من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به محضر مقدس حضرت کاظم علیه السلام که تولد مبارک ایشون هست، 5 صلوات بلند خط بفرمایید. خب هم چون تولد هست و هم برادران اصرار داشتند که ما یه مقدار در مورد شرایط روز توضیح بدیم، موضوع بحثمون که ذکر مصائب ابا عبدالله علیه السلام بود، فقره مربوط به مصائب حضرت رو دیگه بیان نمی کنیم. امروز یه مقدار در مورد وضعیت روز توضیحاتی خدمتون از خواهم کرد. این درا فکر کنم بسترشی بعد صدا بد نیستش. حالا این باز باشه، یکی با در باره شرایط روز جهان ما مفصل در کتاب آشتی مطالب رو توضیح دادیم، اسناد و مدارک مربوط به اونها رو هم ذکر کردیم که من حتما توصیه میکنم هیچ کنیم از عزیزان مطالعه اون رو ترک نکنن، یعنی امیدوار هستم که تو الان خونده باشن، چون مربوط به همین شرایط روز هست و وظایفی که به عهده هر یک از شیعیان و منتظران حضرت هست. در فصل دوم تحلیلی که از ارتباط با بین استکبار و خود امام زمان علیه السلام هست رو ذکر کردیم و الان هم یه توضیح من در این باره میدم چون وقت من کم هستش. برای شروع جلسه خیلی معطل شدیم، جای دیگه من کلاس دارم، باید برسونم خودم رو اونجا. اگر به وضعیت انقلاب اسلامی توجه بکنیم که در چه زمانی واقع شده، با توضیحی که من در فصل دوم و سوم کتاب مفصل دادم که عده کمی در کشور خودمون متاسفانه متوجه معنای انقلاب اسلامی و وضعیت زمانی و مکانی انقلاب اسلامی، مختصات زمانی و مکانی اون بودند. انقلاب رو بریده از همه حوادث مورد مطالعه قرار دادن و گفتن خب حالا در این کشور یک انقلابی شده و همینطوری بررسی کردن. اگر هم در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی در سراسر جهان و سطح جهان صحبتی شد، بیشتر
تحلیل های خیلی بسیط بود، نه به عنوان یک انقلابی که مقدمه یه تحول جهانی و تغییر اساساً نظام حاکم بر جهان به وجود آمده، نه به عنوان مقدمه یه ظهور امام زمان و انقلابی که قرار تأثیر گذار باشه، اونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم قول دادن و فرمودن که یخرج الناس من المشرق فیبتعون للمهدی سلطان، و اونطور که بنیانگذار این نظام امام امت معتقد بود و بیان میکرد. حالا کتاب رو من الان در دست هستم نیست که از رو براتون یه چند قسمت از فرمایشات امام رو بخونم، که امام خیلی صریح تو این زمینه احسان نظر کردن، اما باورش از سوی خیلی از مسئولین ما راحت نبود. یعنی این رو به عنوان یک استراتژی وضعیت حکومت اسلامی رو متاسفانه نگاه نکردن و نوع عملکرد مسئولین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما، خیلی هاشون به خصوص مدیران میانی نظام، نشون داد که اساساً اون چیزی که امام امت بهش معتقد بود و در روایات آمده بود باورش نکردن این رو. برای همین وضعیت اداره مملکت رسید به یه جایی که الان ما داریم میبینیم. ایشون میفرماید که مسئولان ما باید بدانند، دقت بکنید، باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست و نقطه انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافداست. صلوات خدا بر حالا به این امام همه میشناختن که امام اهل مبالغه نبود، یه کلمه زیادی هم صحبت نمیکرد، اهل تعارف هم نبود. حالا دقت کنید این کلماتی که ایشون استخدام کرده چطور هست. کلمه باید، بعد میفهمد که باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بعد ایشون راجع نحوه حکومت داری در نظام جمهوری اسلامی توضیح میدن که اساساً جمهوری اسلامی از زمانی که تشکیل میشه باید مسائل اقتصادی، سیاسی و مسائلش به چه جهتی بره. این ما مفصل آوردن و بحث خیانت مسئولین و خیانت خواص و عوام رو هم ذکر کردیم در کتاب. ایشون فقط مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامیه، باز کلمه باید و متوجه دولت، باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید. اینو که شکی نداریم داشت، ولی این معین بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب، این هدف اصلی انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است، منصرف کنند. یعنی مسئولین وقتی دارن برنامه ریزی میکنن باید برنامه‌ریزی به این سمت باشه، نه که طوری غرق در مسائل اقتصادی و مادی بشن یا در جهت حل رفاه مشکلات مردم، حل مسائل مشکلات مردم و تأمین رفاه باشن که از این هدف غفلت بکنن. مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن، باید سعی کنن که سختی‌ها و فشارها رو برای خدا پذیرا گردن تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسیشان، اینو خوب دقت کنید، وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است، برسند و از آنها بخواهند که تمامی برادری و صمیمیت را در چارچوب مصلحت اسلام مسلمین در نظر بگیرند. بعد ایشون این وضعیت درگیری و برخورد تمدن‌ها رو اینطوری ذکر میکنن: چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می‌آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دنیای دون امروز و پای ریزی فرهنگ جدید، توجه کنید کلمات رو، پای ریزی فرهنگ جدید بر مبنای اسلام در جهان،
در جهان. یعنی کار ما اینه، پایه‌ریزی فرهنگ جدید بر مبنای فرهنگ اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با آمریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کردند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار میکنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. توضیحات مفصل من در کتاب دادم. عزیزان حتما برای که تو جریان مسائل روز قرار بگیرن و آرامش هم داشته باشن، بتونن نشاطشون رو حس بکنن و راحت به وظیفه اصلیشون که در مقابل امام زمان اسلام دارن بپردن، حتما مطالعه بفرماین تا آخرم بخونن. من دیدم بعضی گزینشی خونده بودن که فایده نداره، از اول تا آخر مرتب بخونن تا حلقات بحث کاملا در ذهنشون جا بگیره. اما حالا در مورد این وضعیتی که الان پیش آمده، من اسناد و مداری که مربوط به این وضعیت رو در کتاب نیوردم، فقط گفتیم که وضعیت انقلاب با وضعیتی که در آینده داره یه همچین رابطه‌ای داره. اسناد و مدارکش هم به صورت اسناد و مدارک معتبر من ذکر کردم. اما دشمن ما اینجوری نبود. دشمنان ما برعکس بسیاری از مسئولین ما، وقتی انقلاب اسلامی شد، انقلاب اسلامی رو خوب فهمیدن و معنا کردن، خیلی دقیق معناش کردن، میدونستن که از اول انقلاب اسلامی قراره چی کار بکنه و به کجا میخواد بیانجامه. یکی از جهت نظامی و سیاسی اونها خوب تونستن تحلیل بکنن که قراره چه اتفاقی بیفته. یکی از جهت عقیدتی، ما وقتی این جبهه کفر، دقت بکنید، اونا تو باطن خودشون همه اون چیزهایی که در منابع دینیشون آمده اعتقاد دارن بشه. برای همین شما ببینید که اینها متوسل شدن به با عجله، خیلی عجله. شما اگه فیلم داموس رو که ما در فصل دو تحلیل کردیم در کتاب نگاه بکنید، میبینید که فیلم با ناشیگری و عجله خیلی زیاد و با ناپختگی ساخته شده، که اگه قطعا الان میخواستن فیلم رو بسازن به این صورت نمیساختن، خیلی تغییرات اساسی درش میدادن و لااقل یه مقدار بهش استحکام میدادن. اما فیلم انقدر آبکی هست که یه نفر که هوشیار باشه خوب توجه میکنه که اینا چقدر مستثنا شدن. پیشگویای داموس صرف نظر از این که اصلا حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه، چیزی بوده که قبل از انقلاب اسلامی قرنها، الان 400 سال داموس بوده، مورد توجه مردم بوده. سیاستمدارا اساسا بسیاری از تصمیم گیری هاشون رو بر اساس همین کتاب انجام میدادن به اعتراف خودشون. به این توجه داشتن. یکی از چیزایی که منتظرش بودن طبق پیشگویی‌های داموس انقلاب اسلامی است. شما اگه کتاب اصلی داموس رو ببینید، این کتاب زمان شاه هم بود، ممنوع بود و الان هم ازش چند رو ترجمه شده. یکی از ترجمه ها که تقریبا تمامش سعی شده که بیشتر یا تمام اشعار داموس رو بیاره، چاپ ترجمه هم شده در اینجا. من حالا سعی بکنم برای هفته دیگه اگر بهش دسترسی پیدا کردم معرفی کنم به شما. اصل کتابه که پیشبینی های خیلی خوبی در مورد انقلاب اسلامی، رهبری انقلاب، ارتباط این انقلاب با ظهور امام زمان کرده. یعنی پیشگویی حقیقی داموس این بود. اما دشمن به محض اینکه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و فهمید که دقیقا همونجور که داموس گفته شده، از پیشگویی های بعد از انقلاب به وحشت افتادن. یعنی چون طبق پیشگویی های داموس این انقلاب منجر به ظهور امام زمان علیه السلام میشه و او هم چی هستش؟ او هم همونطور که داموس پیش بینی کرده بساط شرق و غرب رو جمع میکنه. برای من این اومدن چیکار کردن؟ یه فیلمو ساختن و فیلمو تحریفش کردن. از یک فضانورد که اولین بار به ماه رفته بود استفاده کردن. این ناشیگریشون همین بود که از یه آدمی که قید تخصصی نداره استفاده کردن، ولی چون تو غربی ها مثل خیلی از مردم کشور ما مد شده اگه گفتن فلان کس دکتر مهندسه، فکر میکنن اگه اظهار نظرش در همه مسائل هم چیه؟ درسته؟ در مسائل علوم انسانی به خصوص اومدن استفاده کردن که با یه هیمنهی تأثیر بزنن روی مردم. گفتن که آقا میشه آینده رو تغییر داد یا نه. ببینید اینجا اعتراف شد، تو خود فیلم اعتراف کردن که داموس غیر از این پیش بینی کرده، ولی بعد به دروغ در فیلم گفتن نه، داموس پیش بینی کرده که این شخص رو بالاخره آمریکا و متحدانش از بین میبره. ولی دو جای فیلم اعتراف میگیرن که آیا آینده رو میشه تغییر داد یا نه. بعد اون آقا میگه آره میشه تغییر داد، ولی دلیل خیلی مزخرفی هم میاره
بچگانه برای این کار که آینده ساخته ذهن ماست، ما اگه ذهنیات رو تغییر بدیم میتونیم آینده رو تغییر بدیم، بنابراین میتونیم آینده رو تغییر بدیم. بعد اورسن ولز که خودش از سیجونیست ها هستش و مجری فیلم هست، میگه بیایید دعا کنیم که این شخص نیاد و بیایید از الان آماده بشیم برای مقابله با این شخص. یه در واقع همون تغییر چی؟ تغییر آینده. اونها از اول انقلاب اسلامی رو معنادار دیدن، مثل امام امت که انقلاب اسلامی رو از اول معنادار میدید. امام انقلاب رو در راستای ظهور امام زمان علیه السلام معنا کرد، گفت وظیفه اصلیش هم همین استش، باید هم به همین سمت ما بریم. دیگران نه، انقلاب اسلامی بریده دیدن، برای همین هم وقتی برنامه ریزی هایی که شما میبینید داره میشه توی مملکت، خیلی هاش از جهت دینی، حتی نظامی، سیاسی، اقتصادی، بسیاریش ما وقتی میبینیم هیچ ارتباط خاصی با آماده کردن مردم برای اون صحنه بسیار شورانگیز و دلانگیز تاریخی نداره. یعنی مردم آگاهی لازم توی این جهت به دست نیاوردن، اساسا هیچ کار فرهنگی خوبی صورت نگرفته، یا اگرم صورت گرفته باشه به اندازه کار خیلی خیلی کم ضعیف، اونم نه از طریق مسئولین، بلکه بیشتر از طرف دانشمندان و نویسندگان آزادی که ارتباطی با دستگاه و نظام ندارن. لذا این آمادگی نبود، برای همین ما اقدام کردیم که کتاب رو بنویسیم. بعضی از عزیزان نظریات خیلی خوبی رو مطرح کردن، اونها مثل برادر عزیزمون در مدیر مسئول روزنامه مجله موعود که کتاب خوب استراتژی انتظار رو نوشتن، بعضی دیگه از عزیزان نویسنده در حد جزوه کار کردن تو این زمینه. ما سعی کردیم هم جایگاه امام زمان علیه السلام از نظر آسمانی تبیین بکنیم، ولی به این نباید اکتفا بکنیم، چون حضرت اساساً علت مظلومیتش همین بوده که ما او رو فقط آسمانی دیدیم و هیچ وقت زمینی و اون که پدر ما باشه و ما باشه رابطه عاطفی و حقیقی و وجودی داریم و نسبت بهش مسئولیت فرزندی داریم دیده نشده. خواستیم این حجاب برداشته بشه و افراد بتونن حضرت رو از نزدیک لمسش بکنن، باش بتونن ارتباط برقرار بکنن و بعد نقش داشته باشن در خدمت به این پدر مظلوم. و دیگه مباحثی که تو این دارات خودتون دیگه تو کتاب بیشتر آشنا هستید، تو اونجا ما گفته همه رو. آمریکایی‌ها از اول، غربی‌ها اساساً از اول به این قضیه معتقد بودن، براشون خودشون رو آماده کردن. فیلمی که ساخته شده و میگن باید آماده باشیم، هممون باید آماده باشیم، یه فیلمی هستش که یه سال بعد از انقلاب اسلامی ساخته شده، تقریباً 1 الی 2 سال. بنابراین دقت کنید چقدر هوشیار هستن. بحث آرماگدون که مطرح کردن توی نوشته هاشون، بعدن یه قسمتی به صورت یک سناریوی که خیلی مستقیم نیست، غیر مستقیم هست به فیلم آرماگدون ساخته شده. آرماگدون از نظر منابع مسیحی که با منابع شیعی و منابع اسلامی ما هم تطبیق داره، دقیقا محل برخورد تمدن ها رو ذکر میکنه، زمانی که جنگ نهایی تاریخ در اونجا چیه؟ انجام میشه. جنگ نهایی تاریخ که سرنوشت تاریخ میخواد روشن بشه در اونجا معین شده. امام باقر اسلام منطقه رو غیر قیسیا و دقیقا همون منطقه شون اونا مشخص کردن، معین کردن و بحث مفصلی داره همین بحث غیر قیسیا. یه موقعی فرصت بشه من احادیث مربوط به غیر قیسیا رو براتون ذکر بکنم. داستان مفصلی داره در مورد نبرد و جنگ های اتمی که اونجا هست، جنگ های هسته‌ای که اونجا هست، کشته شدن تقریبا 2/3 مردم جهان و ریختن اوضاع جهان، به هم ریختن اوضاع جهان. مفصل حضرت اونجا صحبت که اینا قطعی هست، یعنی چیزایی نیست که مشکوک باشه یا مثلا یه چیز ضعیفی باشه، یه چیز قطعی و مسلم هستش. ولی غربی ها خودشون برای این مسئله آماده کردن برای این نوع سیاست هاشون. البته حالا ما دنبال بهانه هم باید بگردیم، اینا بهانه های مختلفی دارن. در روایات خیلی اشاره نشده که بهانه های مستکبرین برای حمله به منطقه خاورمیانه و فتح کشورها دونه دونه که در روایت مفصل آمده که کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه دونه دونه به توسط استکبار فتح میشه، اینا آمده اونجا. ولی انگیزه حتما انگیزه های مختلفی بوده، حتی انگیزش مشخص است. من الان فرصت نیست این تحلیل کنم، اگه بخوام تحلیل کنم باید شخصیت بوش رو
و همچنین شخصیت گروه تیمی که بوش داره و قبل از حتی قضیه ریاست جمهوری باش همکاری داشتن بین ایشون و پدرش، پدرش با بن لادن و کسای دیگه، مفصلی رو باید بیان بکنیم که الان مثلا نمیتونیم، فرصت نداریم که براتون بگیم. اما به هر حال مهم این نیست که بشه انگیزه آمده باشن. حالا ما خودمون میدونیم چه انگیزه اساسی که از انگیزه مهمی انگیزه اقتصادی هست که مطرح میشه، انگیزه چی؟ نفت، غلبه بر نفت. اما مسئله فراتر از اینها هستش. اینها قبل از این که قضیه افغانستان پیش بیاد، با تحریکایی که کردن به یک نحوی چراغ سبز به صدام نشون دادن که کویت رو بگیره. همین رامسفلد عامل مستقیم ارتباط آمریکا با صدام بود. خود همین رامسفلد که الان دونالد رامسفلد که وزیر هست، شو به ارتباط داشت با صدام، با چند نفر دیگه که به صلاح اینجوری نمیشه بهش بگن بیا شما حمله کن به کویت، کویت رو بگیر. اینجوری نه. ولی زمینه رو یه جوری فهمم کردن که صدام خیالش راحت شد که اگه بخوام چیکار کنه مشکلی پیش نیاد. بعدم که اینا قشنگ رسیدن که بیاد کویت رو بگیره، کامل بگیره. بعد شروع کردن به چی؟ همون بلایی که بعداً سر طالبانم آوردن. آمدن یه به اسم دفاع از کویت یه زمینه مناسبی رو فراهم کردن و درگیری با عراق. در مورد افغانستان حال کاری نداره که نیتشون در مورد ایران چی هست، یعنی تحلیل مفصلی میطلبه، الان فرصتشون نداریم. در مورد افغانستان که اون سناریوی 11 سپتامبر از اول نوشته شده بود، مشخص است. بعدن هم لو دادن که خودشون تعیین کردن نوشتن این رو. خب 11 سپتامبر خب حادثه بی‌نظیری بود، ما نداریم مثلا یه همچین چیزی توی جهان غرب، توی کشوری که ابرقدرت حاکم هستن کسی بیاد این کارو بکنه، به این شدت هزاران نفر رو کشته و مجروح درست بکنه، اصلا همچین چیزی. خب باید حادثه به قدری بزرگ باشه که وقتی که مسئولین سیاسی میخوان تصمیم بگیرن و قیافه بگیرن و غضبناک باشن جستشون بخوره. اگه مثلا 5 نفر میمردن، 10 نفر میمردن تو حوادث آمریکا اینجوری که یه موقع شده شدن 100 نفر هم مردن. ولی باید یه جوری حادثه شکل میگرفت، طراحی میشد که وقتی میخوان بوش عصبانی بشه بعدش ستاد بحران تشکیل بدن، یه جوری باشه که همه کشورها بگن که این تروریست، تروریست خیلی بزرگی و همه باید با تروریست چیکار کنن، مخالفت کنن. چون اولین پیام، اولین پیام ها یکیش مال آقای خاتمی بود که روز اول پیام دادن، یا شما حدیث مفصل بخون از این مجمل دیگه بقیه چیکار کردن. خب حالا سر توی طراحی کردن که وقتی میخوام بگن که ما باید ریشه تروریست رو در سراسر جهان بخشکونیم، دیگه طاقت نمیتونیم بیاریم، ما باید دیگه دست به شمشیر ببریم، توجیه شده باشه و همه این رو چیکار کنن؟ بپذیرن، قبول کنن که این باید اینجوری بشه. برای همین توی حمله به افغانستان آمریکا مشکل اساسی نداشت، مخالف جدی نداشت، خیلی اومدن کمکش کردن از کشورها، هیچ کس باش مخالفتی نکرد. بعد تهمت‌هایی زدن، قضیه بن لادن، قضیه طالبان، هم طالبانی که خودشون تربیت کرده بودن، طالبان قبلن، یعنی وقتی که وضعیت گروه‌ها به وضعیت تقریبا خوبی تو افغانستان بود، اینها آمدن که تعدادی طلبه وهابی رو، تعداد زیادی رو بردن با کمک عربستان و پاکستان آموزش دادن و به اسم طالبان وارد جنگ کردن. از همه جهت هم کمکشون کردن، اسلحه، هواپیما، تانک، همه چی هم بهشون دادن، هیچ مشکلی هم نداشت، تا 90% افغانستان هم گرفتن. بعد که خودشون این سناریو رو ریختن، آمدن همین رو کنار زدن و در حالی که تا همین چند وقت پیش بن لادن با پدر بوش رابطه داشتن، رابطه اقتصادی، شریک تجاری بودن اینها با هم دیگه، شریک تجاری بودن. بنابراین حالا بعضی از ساده دلا هم گفتن که آره این چیز سید نمیدونم چنین و چنان نمیدونم، حالا همه جور از این انتصاب مقدس به این آقای بن لادن دادن که آره همون شخصیت مقدسی هستش که مخفی شده بود که با دشمنان امام زمان به جنگ و اینا. بعد بهانه کردن این رو، به حال حمله کردن افغانستان رو گرفتن. ولی همون موقع تو همون روزه اول بوش یه چیزی از دهنش در اومد دیگه، یعنی دیگه بالاخره لو داد قضیه رو، آمد به جای این که بگی که خب ما میخوایم با تروریست بجنگیم، بحث عقیدتی مسئله رو مطرح کرد، گفت ما باید برای یک جنگ صلیبی آماده بشیم. خیلی ها این جمله بوش رو موقع خیلی جدی نگرفتن،
در حالی که از پیش تعیین شده بود، قبل از، یعنی قبل از بوش رئیس جمهور بشه این مسئله تنظیم شده بود. بعدا ان شاء الله توضیح میدم براتون این مسئله رو. خب بعد جنگ صلیبی است، یعنی همون برخورد تمدن ها دوباره همون نظر کی هانتینگتون. این خیلی فهمیدنش کار سخت نیست. آدم کودن یا آدمی که گرایشات غربی داره، مثل همین آقای کدیور که رفت آمریکا اونجا داره برای اونها تدریس میکنه، خودش در همین مصاحبه که چند وقت پیش داشته بود مجله ایران هم روزنامه ایران چاپ کرده بود، میگه من وقتی رفتم اونجا فهمیدم که اونچه که بر سیاست خارجی آمریکا حکم فرماست نظریه برخورد تمدن هاست، نه گفتگوی تمدن. اونا تو سیاست خارجی فقط دنبال همین است، برخورد تمدن ها. یادم میشه از خودشون هست و مثل خودشون فکر میکنه، برای اونا هم اینجوری رفته کار کرده، داره اینجوری میگه. فهمیدن این کار خیلی راحتی بود، خیلی کار راحتی بود. یه دارم میگم که بدونیم که ما چقدر بی خود سرمایه گذاری علکی کردیم روی مسئله، بلکه دل اینا رو نرم کنیم و به دست بیاریم روی مسئله گفتگوی تمدن ها. در حالی کاملا مشخص بود همون موقع اینا پرخاشگری و چنگ انداختنشون از اول و چنگ و دندون نشون دادنشون مشخص. بعدا خودشون اعتراف کردن که ما رفتیم طرف گفتگوی تمدن ها و یه مدار چهره دموکراتیک گرفتیم برای این بودش که به اصطلاح بتونیم توی ایران نفوذ کنیم و از نظر فرهنگی ایران رو زمین بزنیم. آلبرایت و کلینتون تقریبا یه مقدار متعادل‌تر برخورد کردن. آلبرایت اومد برای اولین بار اعتراف کرد که ما در کودتا دست داشتیم، کودتا کار ما بود، 25 سال شاه رو کمک کردیم، مردم ایران حق دارن که دست ما عصبانی باشن. یه بار اینا رو گفتن که بلکه یه تعلیف قلبی بین دو طرف ایجاد بشه. از این را آقای خاتمی گفت دیگه مگر آمریکا نگیر، از اونها یه چیزی گفتن که مقدار برای نشد، آخر نشد، چون آقای مملکت صاحب داره، ولی فقیش داره، مردم میفهمن، به خاطر بیشور نیستن، مردم هوشیارن، درک میکنن یعنی چی. در واقع این چهره شون کاملا واضح نشون دادن. از همون موقع تقریبا و قبل از اون مسئله حمله به ایران مطرح شد، سفت و سخت مطرح شد. آمدن جزائر رو تقریبا اقدام کردن، در جزایر اقدام کردن، جزایر خاک اومدن، گفت کلیسیاش اونجا اومدن برای پهلو گرفتن، گفت اصلا ما میخوام بیام ببینیم جزیره رو بگردیم، کی جرأت داره بیاد جلو. چه بقا مثلا رهبری آماده باش نظامی کامل دادن و با یه مانور خوبی هم که بچه‌ها داشتن قضیه تا یه حدودی توی قزفاس تعدیل پیدا کرد. اونا یه عقب نشینی داشتن، ولی خب جدی بودی، خودتون یادتون هستش که چند ماه پیش مسئله جدی اصلا قبل از جدی باشه نسبت به افغانستان یا عراق کی نیست جدی بود سمت حمله سمت ایران بود. ریشه ملت ایران رو باید بخوش کنیم، نمیدونم چی محور شرارته باید از بین بره. همون موقع مسائل دیگه مطرح کردن بلافاصله بعد از این قضیه، چون رو قضیه صدام هم و عراق هم قبلا زمین سازی کرده بودن، دوباره شروع شد مسئله صدام. ولی مسئله جنگ صلیبی به نحوهای دیگری، جنگ صلیبی یادتون هستش جنگ چند صد ساله ای بود، حدود 700-800 ساله ای که بین مسلمان ها و مسیحی ها درگیر پیش آمد که در وجود داشت و با فتح قدس تقریبا توسط صلاح الدین ایوبی به پایان رسید. وقتی که اسرائیلی آمدن اسرائیل رو گرفتن، گفتن این به تلافی قدس رو گرفتن، گفتن به تلافی جنگ های صلیبی. اون عقده هنوز توی اونها وجود داره. بیشترین کسی که لو داد مسئله عقیدتی حمله های آمریکا رو از زمان انقلاب اسلامی به این سمت و نوع هدفگیری اونها اسرائیلیا بودن. اسرائیلیا سربازاشون هم حتی این مسئله رو میدن. من در لبنان که بودم با دو سه شاهد از عزیزان رفته بودیم، اونجا با خانواده‌ها که برخورد می‌کردیم می‌دیدیم که نوع برخورد سربازای اسرائیلی همینجوری است. اونها نظر اعتقادی معتقد بودن که به هر حال این برخورد صورت خواهد گرفت، بهش اعتقاد داشتن. حتی سربازاش هم این مسئله رو میدونن. اگه فرصت بود من در این رابطه براتون صحبت خواهم کرد که اونا چقدر آمادگی این برخورد ما رو داشتن با خودشون، یعنی به اخوان این رو میبینن که یه زمانی با ما اونا چی میشیم؟ درگیر میشیم. آیات قرآن هم که در سوره بنی اسرائیل که دوباره آمده مفصل، من اینا هم در کتاب نیاوردم، اگر خواستید میتونید به کتاب به دیگه در این زمینه مراجعه بکنید. در مورد برخورد حدیث داریم رسما که ایرانی ها به اخوان با اینها برخورد خواهند کرد. تا آمدن حمله به عراق، در مورد حمله به عراق اول سعی کردن که توجیهات بین المللی درست بکنن، یعنی مسئله سلاح‌های کشتار جمعی، مسئله صدام و مسائل این چنینی رو مطرح کردن، حقوق بشر و دموکراسی و به قول خود بوش آزادی. ولی بعدن دیدن که هیچ کس به اون توجه نمی‌کنه،
هیچ وقت امریکا تو کل سابقه که داشته اینجوری با مخالفت جهانی روبرو نبود. آبروش نرفته، تحقیر نشده، میلیاردها دلار خرج کردن تو این سالها، ده ها سالی کرد که آبروی آمریکا رو حفظ بکنن، یه پرستیژ رهبری بخود، چون پدرش هم نظریه نظم نوین جهانی رو داده بود. به هر حال این برخورد صورت خواهد گرفت، بهش اعتقاد داشتم، حتی سربازاش هم این مسئله رو میدونه. اگه فرصت بود من در این رابطه براتون صحبت خواهم کرد، چون چقدر آمادگی این برخورد ما رو داشتن با خودشون، یعنی به هر حال این رو میبینن که یه زمانی با ما اونا چی میشیم؟ درگیر میشیم. آیات قرآن هم که در سوره بنی اسرائیل که دوباره آمده مفصل، من اینا هم در کتاب نیاوردم، اگر خواستید میتونید بگید برنامه بدید در این زمینه مراجعه بکنید. در مورد برخورد حدیث داریم رسما که ایرانی ها به هر حال با اینها برخورد خواهند کرد. تا آمدن حمله به عراق، در مورد حمله به عراق اول سعی کردن که توجیهات بین المللی رو درست بکنن، یعنی مسئله سلاح‌های کشتار جمعی، مسئله صدام و مسائل این چنینی رو مطرح کردن، حقوق بشر و دموکراسی و به قول خود بوش آزادی. ولی بعدن دیدن که هیچ کس به اینو توجه نمی کنه. هیچ وقت امریکا تو کل سابقه که داشته اینجوری با مخالفت جهانی روبرو نبود. آبروش نرفته، تحقیر نشده، میلیاردها دلار خرج کردن تو این سالها، ده ها سالی کرد که آبروی آمریکا رو حفظ بکنن، یه پرستیژ رهبری بخود، چون پدرش هم نظریه نظم نوین جهانی رو داده بود. که همه باید با فرهنگ ما جور در بیان، یک کت دهکده جهانی و اینکه جهانی دهکده هست، یک کت خدا میخواد اونم امریکا هستش. حیثیت امریکا توی این جریانات اخیر قضیه حمله به عراق از بین رفت، یعنی چیزی که براش ده ها سال برنامه ریخته بودن که اینو حفظش بکنن، این پرستیژ و ظاهر رو، خراب شد. و وقتی خراب شد دیگه شمشیر رو از رو بستن. تا الان بگفتن که نمیدونم آزادی دموکراسی چه، ولی از وقتی دیدن کیش کس باور نمیکنه، حتی شما دیدید که کسی که جایزه اسکار گرفته بود، هنر پیش که جایزه اسکار گرفته، آمدن چیکار کردن؟ آمدن اومد روی صحنه، چون به هر حال بوش آدم قوی نیست روی آمریکا که طرفدار زیاد داشته باشه، با چند تا رأی اونم با تقلب آمد بالا و رئیس جمهور شد. اختلافش با معاون الگور، معاون کلینتون خیلی زیاد نبود، اختلاف زیادی نداشتن. بعدم که خب با تقلب اومدن بالا، ایشون همونجا تصریح کرد که تو با تقلب اومدی بالا و داری برای مردم آمریکا تصمیم گیری میکنی، کی گفته که تو باید اینجوری رفتار بکنی؟ خب مفتضح کرد. قبلا یه همچین چیزی در مورد هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا وجود نداشت که تو داخل اینجوری باش مخالفت بشه و هر روز علیه راه مایه به شهرهای بزرگ، راه مایه اونجوری 100 هزار نفر، 200 هزار نفر در انگلستان، در همه کشورهای دنیا اینجوری مخالف پرچم آمریکا رو بیرون آتیش بزنن، آدمک بسازن از بوش، یک سر رئیس جمهور آمریکا آدمک بسازن آتیش بزنن. اصلا سابقه نداشته هم چیزی. وقتی لو رفت قضیه، یعنی مشخص شد که همه دنیا فهمیدن که این قضیه بازیه، قضیه حمله به عراق یه بازی هستش، یواش یواش اظهار نظرها شروع شد. وزیر خارجه آمریکا بلکه اینو بعدا خودشون میخوان تاثیر کنن در اذهان دیگه، مثل فرض بفرمایید که قضیه بمب اتم که بعدا خواستن به یه نحوی خودشون تاثیر بکنن، اینو بعدا میخوان خودش تاثیر بکنن. اولا گفتن که اساسا ما این دیگه اینجا از این به بعد دیگه داستان که خیلی جدی شد، گفتن که نه من و نه صدام و نه بوش هیچ و هیچ کس دیگه تصمیم گیرنده درباره حمله به عراق نیستیم. این حمله قبل زمان کلینتون طراحی شده، برنامه‌ریزی، یعنی اون لابیو صهیونیست و اون کسایی که اون پشت پرده هستن و به قول خودشون میگن ما سالی یک بار مشرف میشیم به محضر آقا در یکی از باغ‌ها، دست آقا رو میبوسیم، دست این چند نفری که اون پشت هم تصمیم میگیرن، رئیس جمهور و آمریکا تعیین میکنند و سیاست های اصلی رو تعیین میکنن، سالی یک بار رئیس جمهور اجازه داره بره دست آقا رو ببوسه و بیاد. گفت کسای دیگه تصمیم گرفتن در مورد حمله به عراق و
مربوط به عراق هم نمیشه. و من، بوش و کلینتون همه چی هستین؟ مجری هستین، تصمیم گیرنده نیستین. یعنی تمام این دک و فوزا که آش بوش میخواد این کارو بکنه اون کارو بکنه، همش یه دست مثل شاه که برای سفارت آمریکا تعیین تقدیم میکرد، برای بوش هم همینطور کسی دیگه تعیین تقدیم میکنه. بوش آخر همه میشناسنش. ببینید کودنترین جزو کودنترین رئیس جمهور آمریکا هستش، از نظر ضریب ذهنی، ضریب هوشی بسیار پایین هستش. یکی از سناتورا آمد گفتش که تصمیم جنگ با عراق فرود مربوط به عراق نیست، مربوط به 21 کشور هستش که ما به مرور زمان تصمیم داریم که این کار رو انجام بدیم. بعد کسی دیگه آمد، حالا اینا من دیگه فرصت ندارم اسمشون رو مشخصشون رو بگم، کسی دیگه آمد گفت اساسا ما تصمیمی که گرفته شده تغییر جغرافیای سیاسی منطقه است و ما باید این کار رو انجام بدیم. تندروهاشون که تو آمریکا سخنرانی کردن، بحث اسرائیل رو مطرح کردن که پشت صحنه واقعا همین هستش، یعنی همون آرزوی دیرین نیل تا فرات رو که باید این کار انجام بدیم و این مسئله هم خواهد شد. برای باید دقت بکنیم که ما با چه مسئله روبرو هستیم. جنگی که شروع شده دیگه تمام شدنی نیست. اسناد معتبر ما در مورد وضعیت عراق و مسئله بعد از اون به ما نشون میده. شما در روایت، من شاید نزدیک به 30-40 روایت در مورد همین بمب‌هایی که از آسمان میاد مطالعه کردم این اواخر، که حضرت می‌فرماید که سر شما از آسمان به اصطلاح آتش میباره، حتی رنگهاش رو حضرت میگه به چه رنگهای اینا سر شما میاد، خانه های شما رو خواهد. در مورد ویرانی بصره، ویرانی بغداد، سقوط بغداد، اینا احادیث مسلم و معتبر ما داریم. اگر خواستید میتونید مراجعه کنید. الان زیاد شده اینها، از قدیم هم بودش. کتاب الملاهم و الفتن در مورد کتاب خوبی که آقای کورانی نوشت به نام عصر ظهور، میتونید مراجعه کنید. ترجمه فارسی هم شده، دقیق اطلاعات کامل در مورد حوادث قدم به قدم و روز به روز در واقع در مورد مسئله ظهور امام زمان در اونجا، حوادثی قرار تو خاورمیانه اتفاق بیفته، در اسرائیل، در ایران، در اردن، در فلسطین، در عرض خواهم خدمتون که مصر، در عربستان، در عراق، همه کامل اونجا ذکر شده و میتونید مراجعه کنید در این باره اطلاعاتتون رو تکمیل بکنید. به حال نبردی که شروع شده، نبردی است که مقدمه جنگ بسیار بسیار بزرگ هستش و هرچند ظاهرش بسیار زشت است و سخت است، اما شاید بهترین تعبیری که بشه در این رابطه کرد همون تعبیر زایمان تاریخ هستش. تاریخ درد زایمانش گرفته و همونطور که درد زایمان اولش به هر حال دلخراش هست، توعه با داد و فریاد و های و هوی هستش و سختی هایی داره، درد هایی داره، رنج هایی داره برای همه، ولی بعدش منجر به چی میشه؟ منجر به تولد اون مولود مبارک خواهد شد که انشالله بیاد و همه رو خوشحال بکنه. فعلا این درد شروع شده، این ناله شروع شده و بیشتر از این هم خواهد شد و اوضاع به مراتب در سطح دنیا خیلی خیلی بدتر خواهد شد. کشتارهای بسیار وسیع‌تر از این ما داریم. آمریکا دیگه حیثیت خودش رو کاملا از دست داده اول قدرت‌ها و گذاشتن روی این مسئله، یعنی دیگه اصلا الان به فکر حفظ وجهه بین المللیشون نیستن. سازمان ملل کاملا له کردن، رفتن جلو، کاری با سازمان ملل و شورای امنیت اینا ندارن. خودشون صریحا گفتن ما هیچ احتیاجی نداریم. دیروز ازشون سوال کرده بودن که شما قوانین دیپلماتیک رو در مورد انتقال صدام که مثلا فرضاً به یک سفارتی پناهنده بشه، این است که شما نمیتونید، چون سفارت جزء خاک کشور محسوب میشه. و در مورد خبرنگارا، در مورد خیلی مسائل دیگه صریحا گفته بود که ما هیچ یک از این قوانین مانع تحقق اراده ما نیست، هر کاری بخوایم بکنیم میکنیم. در مورد روسیه هم شما دیدید که ماشینشون رو زدن، ماشین سفیر رو زدن، اصلا کاری با این مسائل نداره، یعنی کاملا شمشیر رو از رو بستن، به هیچ چیز پایبند نیستن.
حالا باید منتظر جنایت‌های خیلی فجیع‌تر از این در مورد زنان، کودکان، بچه‌ها، از مردم بیگناه باشیم. خیلی خیلی بیشتر از این خواهد شد و به قول امام باقر اسلامی فرماید وضعیت طوری خواهد شد که تمام حیوانات و درنده‌ها میان از گوشت‌های انسان‌ها استفاده می‌کنند و سیر میشن، انقدر آدم رو آدم می‌ریزه و جنازه می‌ریزه. اینجا حالا چیزی نبود، کار مثلا 20 روزه‌ای بود، حتی تلفات داشت، ولی منتظر باشی برای مسائل دیگه. همونطور دیدید که امروز هم سه تا اتهام به سوریه وارد کرد، یعنی یواش یواش کشیده میشه به عقب‌تر، به اون سمت. در روایت هم داریم که به سراغ عربستان هم میرن، به سراغ اردن هم میرن، به سراغ سوریه هم میرن. امروز دیروز سه تا اتهام وارد کردن، همونطوری که در عراق گفتن، یکی کشتار سلاح‌های کشتار جمعی داشتنش و صدورش، و یکی راه دادن خاندان صدام. یک دو تا دیگه هم هستش و بعد هم میگه که این سوریه از سرنوشت عراق درس نگرفته. باید درس میگرفت ولی درس نگرفت. فقط درس نگرفت یعنی چی؟ یه ما تنبیه بشه، یعنی باید بهش درس بدیم که تفیدی اینجوری نکنه. برای کسای دیگه هم بهانه هایی رو قبلا تراشیدن، آماده هستش، یعنی فقط یه نقشه، یه فیلم سینمایی هستش، انگار باید اجرا بشه. همین دیگه، چیز دیگه ای نیست. از اول مهر چینی ها شده، آماده هست، همه کارا انجام شده، پیش این سناریو نوشته شده. و در مورد اینکه وظیفه ما چی است، در بخش 4 من مفصل نوشتم در مورد فتنه ها و آشوب هایی که در آخر زمان میشه. اونجا توضیح مبسوط دادم که هر کدوم از شیعیان و منتظران حضرت چه وظایفی دارن و چگونه اصلا باید به فتنه ها نگاه بکنن. فتنه های مبارکی هست، اما از یه طرف از نظر عقیدتی بسیار خطرناکه. اگر انسان حواسش نباشه ممکن است دین و ایمانش رو هم از دست بده. لذا تو این چند قدم آخر و این چند شمشیر آخری که مونده باید نشاطمون رو حفظ بکنیم، ایمانمون رو حفظ بکنیم، از دست ندیم. و اونی که امام زمان علیه السلام خیلی دوست داره، میپسنده، به بزرگان، به اولیاء خدا پیغام فرستاده و فرموده، این استش که مردم رو برای ظهور چکار کنن؟ آماده کنن. اونطور که امام صریحا هم فرمودن رحمت الله تعالی علیه که حق عظیمی بر گردن همه ما دارن. یه صلوات روی مطهرش میخواد بفرمایید. همه وظیفه داریم امام زمان رو فریاد بزنیم، هم دعا کنیم که بیاد، هم از خداوند تبارک بخوایم و هم مردم رو هوشیار کنیم، آگاه کنیم که خودشون رو برای امام زمان چیکار کنن، آماده بکنن. امام فرمود مردم باید خود را، در همین کتابم آوردم، خود را برای ملاقات با مهدی آماده کنن. باید خود را آماده کنن برای ملاقات با حضرت مهدی علیه السلام. و این شوخی بردار نیست، تعارف بردار نیست. قضیه همونطور الان من دارم برای شما میگم، شما شاید بگید که یعنی چی؟ ما مثلا چند روز دیگه امام میبینیم، چند وقت دیگه میبینیم، یعنی بیش ما میبینیم. قبل از انقلاب اسلام هیچ کس باور نمیکرد که توی مملکت چی بشه، انقلاب بشه و این شاه و این بساط جمع بشه بره. ولی ما نسل برگزیده ای هستیم، برای که تو زمان چند سال عمر ما، تو این 24 5 سال نگاه بکنید، انقلاب اسلامی شده، فروپاشی شوروی شد که هیچ کس اصلا خوابش هم نمیدید فروپاشی شوروی و حوادثی که داره تون دوتون اتفاق میفته. و در روایت تصریح شده که حوادث ظهور زنجیروار هستش، متصل هست و هر چقدر زمان میره سرعت اینها چی میشه و اتصال و ارتباط اینو و فاصله شون از همدیگه کم میشه، فاصله زمانشون خیلی کم میشه تا یک در یه زمان خاص حدود مثلا 8 ماه در حدود همین حدود 4 تا 8 ماه یک سرعت بسیار شدید میگه تا دیگه اون زایمانی که باید اتفاق بیفته انشالله اتفاق بیفته. ولی خب تا اون صحنه ما باید خیلی مهیا باشیم، خیلی باید مهیا باشیم، خیلی باید آماده کنیم خودمون رو، از جهت عقیدتی، از جهت عبادی، از جهت رابطه مودت با حضرات، از جهت سیاسی، از جهت کمک مردم جهان، از جهت آماده شدن برای حمله کردن به از کنم خدمت و منافع ابرقدرت ها، منافعی که در داخل برای خودشون داشتن، به اهدافشون در داخل، به اهدافشون در خارج، به اهدافشون در خود کشورهای خودشون باید کار بکنیم. و هر چقدر ما تلاش بکنیم امتیاز بیشتری میگیریم و انشاءالله امتیاز رو در محضر امام زمان بگیریم و حضرت اینها رو از ما بپذیره. ببخشید معطل شدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.